با گفته ای انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، تشدید تنش‌ها بین کوسوو و صربستان می‌تواند باعث تأخیر ادغام کوسوو در اتحادیه اروپا شود. دولت کوسوو پلیس مسلح را برای متفرق کردن جمعیت مردم ارسال کرد و همچنان از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بیهوش کننده استفاده کرد. و صربستان نیز نیروهای خود را به مرز کوسوو فرستاد. یکی از اعضای پارلمان اروپا از واکنش کوسوو به این درگیری‌ها انتقاد کرده است. استقرار نیروهای پلیس شدیداً مسلح وازیان یک تصمیم پرستینا است. این وازیان تصمیم دولت است و ما فکر می‌کنم که در نهایت یک اشتباه بزرگ است. اشاره او به کار کمیته نظارت مشترک برای نظارت بر اجرای توافقی است که در ماه اپریل میان صربستان و کوسوو انجام شد. بر اساس این توافق دولت کوسوو به صربهای ساکن در شمال کوسوو اجازه می‌دهد تا خودشان را مدیریت کنند و دولت صربستان وعده کرده که در تلاش‌های کوسوو برای پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی هیچ مداخله‌ای نکند. اما تنش‌های مجدد میان این دو این توافق را به خطر انداخته است. مصالحه‌ای که حالا به آن رسیده واضح است که کافی نیست و به نفع مردمی که در صحنه هستند نمی باشد. بانک مقامات تلاش می‌کنند تا درگیری‌ها را کاهش دهند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید که افزایش تنش‌ها در کوسوو ممکن به یک انفجار بزرگ در قلب اروپا منجر شود. الکساندر لوچینکو سفیر سابق اوکراین در کروشیا می‌گوید که تحولات در شمال کوسوو به نفع مسکو است، چون آنها طرفدار درگیری در جای دیگری هستند تا توجه‌ها را از اوکراین منحرف کنند. اروان فوهره تحلیلگر مسائل سیاسی در مرکز مطالعات سیاست اروپا با این موضوع موافق است. شک نیست که در این تحولات اخیر و نارامی ها نیروهای بدخواه و گروه های طرفدار روسیه نیز وجود دارند که در تلاش برای تشدید تنش ها هستند. کارشناسان باور دارند که پیوستن سریع کشورهای بالکان غربی به اتحادیه اروپا میتواند این مشکل را حل کند. برای کمک به کاهش تنش‌ها مقامات ناتو 700 سرباز اضافی را به کوسوو اعزام می‌کند و مقامات آمریکایی به کوسوو اجازه نداده است که در تمرینات نظامی جاری در منطقه شرکت کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.